اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. 7 بامداد تهران است و 8 در کابل و 8.5 در دوشنبه. درود بر شما، این چشم انداز بامدادی است. یک شنبه است، 11 اسفند، 1 مارس. داریوش رجبیانم. توافق صلح آمریکا و طالبان افغانستان سرآغاز برنامه ماست. در این برنامه از آمریکا و طالبان و سازمان ملل متحد میشنویم که چه چشم اندازی را برای این توافق متصور میشوند. از تازه ترین های مربوط به ویروس کرونا در جهان و البته که در ایران هم خواهیم گفت. امروز در تاجیکستان انتخابات مجلس جریان دارد، به همین دلیل به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم سری خواهیم زد اگر بختیار ما بود. مطالب بسیار دیگر هم داریم در این برنامه ظرف یک ساعت آینده. پیش از همه اینها تازه ترین خبرهای ایران و جهان از فیروزه اکبریان، تهیه کننده برنامه امروز. سلام و صبح بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده که سربازان آمریکایی را به خانه برگردانیم. It's time after all these years to go and to bring our people back home. دونالد ترامپ که پس از امضای توافق صلح آمریکا با طالبان صحبت می‌کرد گفت آمریکا متعهد شده 5000 سرباز خود را تا ماه مه سال میلادی جاری، یعنی تا 2 ماه دیگر، به کشور برگرداند و بعداً در مورد 8500 سرباز دیگر تصمیم بگیرد. دیروز زلمه خلیلزاد به نمایندگی از آمریکا و ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان به نمایندگی از این گروه توافقنامه صلح را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. در مراسم امضای توافق صلح در قطر حکومت افغانستان حضور نداشت. وزارت بهداشت ایران آمار قربانیان ویروس کرونا را تا دیروز 43 نفر و شمار مبتلایان قطعی را حدود 600 نفر اعلام کرده. این در حالی است که منابع بیمارستانی به بی بی سی فارسی گفتند تا روز پنج شنبه 8 اسفند در مجموع دست کم 210 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده کسانی که در 2 هفته گذشته در ایران بودند نمی توانند به آمریکا سفر کنند. سینا علی نژاد گزارش می دهد. آقای پنس گفت که محدودیت‌های موجود بر مسافران ایرانی شامل کلیه شهروندان خارجی که در 14 روز گذشته از این کشور بازدید کرده‌اند می‌شود. این بعد از آن است که اولین مورد مرگ در آمریکا در اثر ابتلا به این ویروس در ایالت واشنگتن گزارش شد. فرانسه هم ممنوعیت‌هایی را برای مقابله با این بیماری اعلام کرده که از جمله شامل تجمع گروه‌های بزرگ در فضای بسته است. آمار ابتلا در این کشور به 100 نفر و آمار مرگ به 2 نفر رسیده. در ایتالیا هم که با 600 مورد ابتلا و 17 مرگ بالاترین آمار در اروپا را دارد، 5 بازی سری آ باشگاه فوتبال عقب افتاد. از سوی دیگر در کره جنوبی عملیات ضدعفونی بخش‌های بزرگی از شهر داگو که کانون شیوع در این کشور است با کمک ارتش شروع شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید 18000 پناهجو با عبور از مرز ترکیه به سمت اروپا روانه شدند. سازمان ملل متحد البته رقم این پناهجوها را 13000 نفر دانسته. پلیس یونان تلاش می‌کند با استفاده از گاز اشکاور مانع ورود پناهجوها شود. آقای اردوغان گفته انتظار می‌رود در روزهای آینده رقم پناهجوهایی که به سمت اروپا روانه می‌شوند به 25 تا 30 هزار نفر برسد. آنکارا اعلام کرده که مرزهای ترکیه برای عبور مهاجران باز است. ترکیه این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که 33 سرباز این کشور در حمله نیروهای دولتی سوریه در ادلب کشته شدند. درود بر همراهان چشم انداز بامدادی بی بی سی. در این ساعت بامداد یک شنبه 11 اسفند یا هوت برابر با نخستین روز ماه مارس سال 2020 میلادی، داریوش رجبیانم با آرزوی روز و روزگار خوش به یکایک شما هر جای دنیا که هستید. ساعتی پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان افغانستان که بسیاری آن را تاریخی عنوان کردند، توافقی که دیروز در دوحه قطر به امضا رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که زمان باز آوردن سربازان آمریکایی فرا رسیده. آقای ترامپ گفت که آمریکا متحد شده 5000 سرباز خود را تا ماه مه سال میلادی جاری، یعنی تا 2 ماه دیگر، به کشور برگرداند و در مورد 8500 سرباز دیگر بعداً تصمیم بگیرد. آقای ترامپ گفت که به زودی شخصاً با رهبران طالبان دیدار خواهد داشت.
جنبش طالبان توافق کرده که به هیچ گروه افرادگرایی اجازه ندهد که در مناطق تحت کنترلش فعالیت کند و گفته که با همه جناح‌های سیاسی افغانستان گفتگو خواهد کرد که احتمالاً دولت افغانستان را هم شامل می شود. همکارم داوود غاری‌زاده که برای پوشش این خبر به دوحه قطر سفر کرده، در این باره با شیر محمد استنگزی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتگو کرد و برداشت او از توافق دیروز را جویا شد. ما در اداره کابل رسمیت نمی‌شناسیم. به خاطر از اینکه در اداره دولت که حکومت که از کابل که سونا به آرای مردم نامدن. اونا به زور بالا به فشار آمریکا بالای مردم افغانستان تحمیل شدن. یک اداره تحمیلی است. ما اونا رو رسمیت نمی‌شناسیم. از حرفای شما به طور برداشت می‌کنم که یعنی پس اختلافات خیلی شدید وجود داره بین شما و کسانی که در کابل هستن. در... پس بنابراین ممکنه که این مذاکرات و این توافقی که شما اجرا کردین، امضا کردین امروز به نتیجه نرسه؟ توافق ان شاء الله به امضا میرسه که نمایندای اصلی افغانستان بالای میز یک جای شون و با هم صحبت کنن، ان شاء الله اختلافات حل میشه. شیر محمد استنگزی بود، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر. همکارم داوود غاری‌زاده در دوحه قطر همینطور این امکان رو داشت که با صحبتی هم داشته باشه با آقای استنگزی و همینطور تادامیچی یامامتو، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، و در این باره با او هم گفتگوی داشت. نخست پرسید که سازمان ملل به این توافق جدید چه نگاهی دارد. آقای تادامیچی میگوید مهمترین اتفاقی که افتاده این است که این توافقنامه فرصتی را برای گفت و شنود افغانها میان خودشان درباره آینده‌اشان را پدید می‌آورد. یعنی مذاکرات بین افغانی بخش بسیار مهم این توافق است. می‌شود گفت فصلی تازه در این فرایند خواهد بود. ما امیدواریم که این مذاکرات سازنده باشد. به باور من جامعه بین‌الملل تعهد دارد که به آنها کمک کند. در ادامه همکارم داوود غاری‌زاده گفت که شیر محمد استنگزی مذاکره کننده ارشد طالبان همچنان مصرانه میگوید که دولت افغانستان دست نشانده است و مستقل نیست و با آنها مذاکره نخواهد کرد. آقای تادامیچی میگوید برداشت من این است که آنها، یعنی طالبان، با همه گفتگوشون خواهند کرد، از جمله با دولت افغانستان، و قرار است مذاکرات طالبان با دولت افغانستان به زودی آغاز شود. درک ما از قضایا چنین است و من مطمئنم که چنین هم خواهد شد. من باید با خود او، یعنی آقای استنگزی، صحبت کنم و ببینم که منظورش دقیقا چه بوده. تادامیچی یاماموتو، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان بود که با داوود غاری‌زاده، نماینده ما در قاهره، در قطر صحبت می‌کرد. البته در این باره به کابل هم خواهیم رفت و واکنش‌های افغانستان رو خواهیم داشت، ولی پیش از اون گفتگویی داشته باشیم با فاطمی امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک از واشنگتن، که همین حالا با ما هستند. خانم امان درود بر شما، شب شما در آمریکا بخیر. اتفاق غریبی که افتاده اینه که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شده تا گفتگوی داخلی صورت بگیره و طالبان با دولت افغانستان پشت یک میز مذاکره بشینن. اما آنگونه که همین حالا از نماینده ارشد طالبان در مذاکرات شنیدیم، اونا هنوز دولت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسن. پس آیا میشه به چشمانداز این توافق خوشبین بود یا نه؟ خب ببینید، این چیز جدیدی نیست. اساساً طالبان حرفش رو عوض نکرده. تا الان هم نگفتن که به اصطلاح دولت افغانستان دولت مشروع نماینده مشروع مردم افغانستانه. این رو تا الان هم اصرار بر این بوده که این اتفاق اینجوری نیست. اما واقعیت این هست که یک نکته‌ای که خیلی به نظر من مهمه و ممکنه واقعا از چشم رسانه‌ها دور بمونه، مقدار اختلاف‌های درونی خود طالبان هست. میدونید مثلا یک صدا ممکنه بگه که بله خب خیلی الان باید جنگ تموم بشه، بشینیم به صلح و آرامش، مردم افغانستان به صلح و آرامش برسن، و همزمان مثلا یک کسی مثل این نماینده ارشد طالبان بگه که نه، دولت افغانستان مشروع نیست، اصلا دست نشانده آمریکاست. واقعیت این هست که در همین لحظه این اظهار نظرهای مشابه در روندی که شروع شده احتمالاً تاثیرگذار نخواهد بود. یعنی این قرارداد، توافق به هر حال امروز امضا شده بین ایالات متحده و طالبان. مرحله بعدی این هست که نمایندگان
مثلا نهادهای مختلف افغانستان، نماینده دولت افغانستان بشینن کنار هم دیگه و گفتگوها رو ادامه بدن. فقط اینکه خب این هم بخشی از قضیه است و چیز غافلگیر، یعنی به اصطلاح غیر عادی و غیر منتظره ای نیست. طالبان همزمان اهرم فشار رو بالا میبره، همزمان دولت افغانستان رو نامشروع میدونه، در این حال میره در توافقی که قدم بعدیش گفتگوی بین مثلا نهادهای مختلف افغان و دولت افغانستان هست. خب بله خانم امان، این توافقنامه امروز شما و در واقع دیروز شما، امروز شما و میشه در واقع یک روز بعد از اون ما با هم صحبت میکنیم به زمان افغانستان و همینطور لندن، هم به نکات اصلی توافقنامه آمریکا با طالبان که نگاه میکنیم، میشه چی برداشت داشت که ضمانت گروه طالبان افغانستان که به کسی اجازه نده از خاک افغانستان برای حمله به منافع آمریکا و همینطور منافع متحدان آمریکا استفاده بشه، برد آمریکا در این توافق عنوان شده؟ آیا به نظر شما همه حاصل حدود 19 سال جنگ آمریکا با طالبان که از 2001 شروع شد همین بوده؟ خب ظاهرا همین هست، البته بسیار کمه، واقعا دستاورد کمی هست. واقعیتش این هست که افغانستان طالبان به هر حال با یک گروه موسوم به داعش در جنگ هست. حالا اون روی منظور آمریکایی ها بعضن اتحاد گذشته به اصطلاح طالبان با القاعده بوده، از این دیگه صورت نگیر، این اتحاد دیگه شکل نگیره و طالبان که خود به خود با داعش در جنگ و جدال هست. واقعیت این هست که ببینید متاسفانه گزینه‌های زیادی الان وجود نداره. به هر حال همجوری که در خبرهاتونم اومد و خودتونم اشاره کردید، مردم افغانستان نزدیک به 2 دهه است که در جنگ و جدالن و واقعا خسته هستن. حالا این نه فقط خستگی از مردم افغانستان هست، احتمالا بخشهایی از اون گروهایی هم که در نزاع و جدال با دولت افغانستان هستن، در افغانستان مشغول هستن، اونا هم احتمالا خسته هستن. برای همین من فکر میکنم این به اصطلاح روند یه مقداری پولارایز، یعنی یه مقداری به اصطلاح اختلافهای درونی طالبان رو هم بیشتر بکنه. احتمالا یک بخشهایی واقعا میخوان جذب حیات سیاسی در افغانستان بشن و بخشهایی حتما در این مورد مقابله، یعنی مقاومت خواهند کرد، که باز یه مقدار راه اینها از هم جدا خواهد شد. البته به عقیده من بسیار دشواره تضمین این که واقعا خشونت صورت نگیره تا زمانی که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج بشن. آقای ترامپ امروز گفت به محض که خشونت ها، یعنی این توافق نقض بشه، دوباره نیروهای ما با تمام برمیگردن. ولی خب احتمالا خود طالبان هم میدونه، دولت افغانستان هم میدونه که به این سادگی نیست بازگشت به افغانستان. ولی دولت، گفتید آمریکا میدونه و طالبان هم میدونه، ولی طالبان از همین حالا تعریف کرده این رویداد رو، امضای توافق صلح همان بود و اعلام پیروزی طالبان هم همان رهبران این جنبش، با مقایسه این رویداد با شکست انگلیس در جنگ 100 سال پیش و همینطور شکست شوروی در جنگ 31 سال پیش، گفتند که این رویداد یک فتح و پیروزی طالبان هست در واقع، و سوره نصر قرآن را هم خوندند و این رویداد رو به عنوان یک پیروزی طالبان گفتند که ثبت در تاریخ خواهد شد. آیا همینطور خواهد شد؟ خب این مسلما مبالغه آمیزه و مخاطبش اتفاقا نیروهای بدنه طالبان هست، برای اینکه به هر حال گفته بشه نه ما هیچ به اصطلاح کوتاه نیومدیم، هیچ تسلیم نشدیم و پیروزی. به هر حال دو طرف احتمالا در مورد این توافق مبالغه خواهند کرد و دیدیم که به غایت مبالغه شد، هم در اینجا هم در به اصطلاح در میان گروه طالبان. ولی نه، اون واقعا مخاطبشون احتمالا فقط افراد طالبان بوده، اطمینان به این که ما به اصطلاح هیچ گونه کوتاه نیومدیم و پیروزی از آن ماست. خب این هم قابل تصور هست به اصطلاح اظهارات مثل این، ولی هیچ شباهت و به اصطلاح هیچ شباهت اساسا با مواردی که طالبان گفته که توافق امروز یک پیروزی برای طالبان هست و مقایسه کرده با گذشته ها، هیچ شباهتی نداره اساسا. خانم امان، یکی از بینندگان برنامه محسن میپرسه که از میهمان برنامه خود سوال کنید که آیا مسائل پنهانی هم ممکن است که در توافق بوده که اعلام نشده باشد؟
مجله تایم همین اخیراً به هر حال گزارشی داره و به هر حال واقعیت این هست که تمام اون جزئیاتی که دو طرف میخوان که ماها یا مثلا به اصطلاح مردم فکر بکنن باور کنن احتمالاً هنوز گفته نشده، احتمالاً یک زوایایی یا در رمز یا یک به اصطلاح پیچیدگی‌های کلامی گفته شده یا یک مواردی هست تعریف های بیشتری احتیاج داره، ولی قابل تصور هست که تمام موارد تمام اون جزئیات رو واقعا نمیشه در 4 صفحه ابراز کرد و اون رو هم به طور آشکار در مورد صحبت شد. برای همین در جواب این بیننده عزیزتون باید گفتش که باید انتظار داشت احتمالاً زوایای هنوز آشکارا گفته نشده باشه. سپاسگزارم خانم امان. با فاطمه امان صحبت میکردم، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک از واشنگتن آمریکا، که همین حالا با ما بودند و البته که در روزهای صبح امروز تهران هم به همین موضوع بسیار پرداختند، که فرشته غازی که روزهای تهران رو مرور میکنه در این باره به ما بیشتر گفت. بررسی روزنامه های امروز تهران رو در بخش اول شروع میکنیم با پیروزی یا شکست از اعتماد. حالا کرایه اولاغ را میخواهی از کیهان و چشمانداز مبهم صلح در افغانستان از ایران. و از سیتر همه این مطالبی که انتخاب کردین خانم قاضی برمیاد که همشون درباره توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان افغانستان هست. مطلب اعتماد، پیروزی یا شکست، به چه نتیجه رسید این مورد؟ همینطوره، بازتاب گسترده‌ای داشته این توافقنامه در روزنامه های داخل ایران و مجتبی نوروزی در روزنامه اعتماد معتقده که هر یک از دو طرف مذاکره بدون در نظر گرفتن دولت و ملت افغانستان به عنوان اصلی ترین ذینفعان این توافق تنها در پی کسب امتیازاتی برای خود هستند، امتیازاتی که مشخص نیست آیا برایشان برد در پی خواهد داشت یا شکستی سنگین. آقای نوروزی نوشته آنچه در واقع تا همینجا برای آمریکایی‌ها به دست اومده مشروعیت بخشیدن به دشمن دیرین و مشروعیت زدایی از دولتی که قریب دو دهه تمام هم مقام خود را مصروف اون کردند. و روزنامه کیهان در مطلب حالا کرایه اولاغ را می‌خواهی چه نگاهی کرده به این توافقنامه؟ حسین شریعت مداری در ستون نکته این روزنامه معتقده که آمریکا تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نبوده که بشه انتظار پایبندی به توافق با طالبان رو هم داشت. در این توافق به اعتقاد آقای شریعت مداری دولت قانونی افغانستان حضور نداشته، مانند توافقنامه موسوم به معامله قرن که در اون هم صاحبان اصلی فلسطین حضور نداشتن، به نوشته مدیر مسئول روزنامه کیهان. همچنین آقای شریعت مداری معتقدی که تنها فایده این توافق بهره گیری ترامپ از اون در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا است و پس از اون چگونه از آمریکایی که به هیچ یک از تعهدات رسمی و کتبی خود پایبند نبوده انتظار میره به قول شفاهی خود عمل بکنه. و سرانجام اونطور که میبینیم روزنامه ایران این توافق رو مبهم دونسته. چرا؟ پیر محمد ملازهی یاد داشته روزنامه دولتی ایران رو نوشته، معتقده که توافقنامه صلح در افغانستان و امضای اون چشماندازی روشن از صلحی تمام عیار در افغانستان به دست نمیده و این توافق نشون داده که ترامپ بدون در نظر گرفتن مسائل افغانستان در حال به رسمیت شناختن طالبانه و از این به بعد با اونها کار میکنه. طالبان هم دارای ظرفیت دست برداشتن از دشمنی با آمریکاست و میتونه تبدیل به گروهی بشه که با آمریکایی‌ها کار کنه، هرچند که طالبان با پیشنهادهای پاکستان، عربستان سعودی و امارات که خود از برندگان این توافق هستند به اعتقاد نویسنده در این مسیر گام برداشته. خب اینم نگاه روزنامه های صبح امروز تهران بود به توافق آمریکا و طالبان در افغانستان. در این باره هر نظری که دارید پذیراش هستیم. فعلا بریم سراغ یک موضوع دیگر که همچنان کرونا است و کرونا در ایران، در حالی که خبرها که از گسترش شیوع ویروس کرونا در جهان است، مقام‌های بهداشتی بریتانیا از آزمایش مثبت 3 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. در مجموع 23 مورد ابتلا به ویروس کرونا در بریتانیا شناسایی شده. مقام‌های بهداشتی می‌گویند که از حدود 10,000 تن آزمایش کرونا گرفته شده. مقام‌های بهداشتی بریتانیا دیروز از شناسایی 3 مورد تازه ابتلا به کرونا در انگلستان خبر دادند. بدین ترتیب موارد ابتلا به ویروس کرونا در بریتانیا به 23 تن رسیده. و ما در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت میگوید که تا دیشب 43 تن از کرونا جان دادند و شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران 593 تن بوده است. همکارم سیاوش اردلان در این باره توضیحاتی دارد.
اتفاقی که پریشب در بندر عباس افتاد یه نمونه بارزیه که در شرایط بحران ترس و نگرانی مردم جای خودش رو به خشم و خشونت میده. به این شکل که در بندر عباس عده‌ای از جماعت خشمگین یک ساختمان درمانی رو با آتش کشیدن به تصور اینکه اون ساختمان محل نگهداری بیماران کرونایی هست، در حالی که برعکس بعدن مسئولان گفتن فقط محلی هستش که افرادی که مشکوک به کرونا هستن در اونجا بتونن شناسایی بشن. ولی خب میدونین افکار عمومی الان مدت هاست که در ایران ملتهب بین التهاب و در سطح بیمارستان ها میتونیم ببینیم، در تنش هایی که بین مردم و پرسنل بیمارستان به وجود میاد، هرچند در شبکه های اجتماعی میبینیم که مردم کلا دارن از پرسنل بیمارستان تجلیل میکنن به خاطر سختی هایی که دارن میکشن الان. ولی وزیر بهداشت ایران هم دیروز گفته بود که ما هفته سختی رو در پیش رو خواهیم داشت. هفته سخت یعنی چی؟ یعنی که شرایط کاملا عوض میشن، خیلی از رستوران ها، خیلی از بازارها همه حال در حالت رکود هستن، از قم گرفته تا تهران و تبریز و اصفهان خیلی از خیابونا خلوت هستن و مدارس هم فعلا تا دوشنبه تعطیل هستن. حالا برای اینکه جبران تعطیلی مدارس رو بکنن، کاری که وزارت آموزش و پرورش در همکاری با صدا و سیما کرده اینه که تمام این دروس رو از شبکه آموزش پخش بکنی، یعنی محصلان از شبکه آموزش ببینن، که اشکال نداره چون صدا و سیما میتونه مرجع خوبی برای جبران دروس از دست رفته باشه، اما چون افکار عمومی نسبت به دولت کلا بی‌اعتماد هستن، در حوزه‌های دیگه مثل حوزه اطلاع رسانی اون اعتماد لازم به دولت وجود نداره. مثلا وزیر بهداشت روزانه میاد یه سری ارقام و آماری رو از مبتلاها و فوتی‌ها میده که تصور میشه این ارقام خیلی بیشتر هستن. بی بی سی فارسی از منابع بیمارستانی نقل کرد که نزدیک به 210 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران فوت کردن، اما اون چه که روابط عمومی وزارت بهداشت گفتش که این آمار کسانی هستند که مشکوک به فوت از کرونا هستند. کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت چنین گفت: این آمار مادامی که با آزمایشات نهایی در آزمایشگاه مرجع ما قطعی نشود، ما به عنوان کیس قابل ارائه در آمارهای رسمی نمیتونیم اونها رو قلمداد کنیم. دیدیم که دیروز رئیس انستیتو پاستور که الان جزی از تلاش‌های وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا هست، گفت که در چندین دانشگاه علوم پزشکی ایران در 22 نقطه کشور خودشون آزمایشگاه‌های مرجع رو ایجاد می‌کنند. قرار دادن 22 آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع برای تشخیص کرونا ممکن نمی‌بود اگر چینی‌ها طی 2 روز گذشته 10,000 کیت تست کرونا رو به ایران ارسال نمی‌کردند. دیروز گفته شد که اولین محموله 20,000 تست به ایران ارسال شد و در این حال وزارت دفاع هم گفته که داره کیت‌های خودش رو می‌سازه و بازار عرضه میده، ولی همون مدیر انستیتوی پاستور گفت که خودداری کرد از اینکه تایید بکنه آیا اون کیت‌هایی که وزارت دفاع درست می‌کنه کیت‌های استاندارد هستند و یا نه. و همینطور که می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی بسیاری اظهار نگرانی کردند که برخی از باورهای مذهبی مردم می‌تونه مانع از مبارزه با این ویروس بشه. درسته؟ نظرات چیه دقیقاً؟ این تشکیلات مذهبی در کشور هم یه مشکل برای دولت ایجاد کرده. اگه به سه بخش تشکیلات مذهبی رو تقسیم بکنیم، یه بخششون مراجع هستن و ستاد اقامه نماز جمعه که اینها کم و بیش با دولت همراهی کردن، نماز جمعه ها رو در چندین استان ایران لغو کردن و مراجع هم گفتن که به توصیه های مسئولان وزارت بهداشت گوش کنید. از طرف دیگه یک سری روحانیون هستن در قم و چند شهر دیگه که اومدن گفتن ما آموزش های لازم رو دیدیم، خودشون رو جهادگران نامیدند و با استناد به اینکه آموزش های لازم رو دیدن در کنار پرسنل بیمارستان ها میرن به بیماران خدمات میدن، ولی روشن نیست که آیا آموزش ها لازم بوده، کافی بوده، به چه قسم بوده و اینا، کجا اصلا آموزش ها رو دیدن و آیا اصلا این آموزش ها اون اصلا مشخص نیست که آموزش ها کافی لازم بوده یا نه. اما اون چه که امروز در شبکه های اجتماعی بیشتر از همه سر و صدا بپا کرد، اون بخشی از دیگه متعصب ترین اقشار مذهبی هستن که از خودشون فیلم گرفتن، داخل حرم شدن و ذریح حرم رو لیسیدند با این گفته که ما اینجا یک مکان مقدسی هستش و امکان نداره ما کرونا بگیریم. نوعی دهنکجی به دولت، نوعی لجبازی با اون بخش از افکار عمومی که میگن چرا این اماکن مذهبی رو تعطیل نمی کنیم. این بخش از فشارهایی هستش که دولت طی روزها و هفته آینده بیشک تجربه خواهد کرد.
خب با سیاوش اردلان صحبت میکردیم درباره کووید 19. تا اینجای برنامه هر پرسش به ذهن شما رسیده پذیراش هستیم که درباره توافق صلح میان آمریکا و طالبان افغانستان که در ادامه برنامه دوباره به این موضوع باز خواهیم گشت و چه درباره کووید 19 از راههایی که اعلام میشه. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. سپاس فراوان از همین شما که با چشمانداز بامداد هستید. در بامداد یک شنبه 11 اسفند 1 مارس همینجا برگردیم به افغانستان، به موضوع توافق صلحی بین آمریکا و طالبان امضا شده و بحث و گفتگوی بسیار زیادی در این باره مطرح بوده و درباره توافق دیروز بین آمریکا و طالبان افغانستان در خود افغانستان مطمئناً انتظار میره که واکنش‌های فراوانی داشته باشیم. برای بررسی اینها نسرین نوا همکارم از کابل، امیدوارم که صدای منو بشنوی، همین حالا با ما باشی. من تصویر نسرین رو الان دارم میبینم چون قبلا تلاش کرده بودیم که با نسرین تماس بگیریم ولی این اتفاق نیفتاد. نسرین صدای منو داری؟ نه. آها شما گفتید نه ولی من متوجهم که شما داری صدای ما رو. الان دارم. عالی، چه بهتر از این. ولی چیزی که در خبرگزاری ها برجسته شده نفس این توافق میان آمریکا و طالبان و اینکه بسیاری از نیروهای سیاسی داخل افغانستان هم از اون حمایت کردن. عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان که حالا با رئیس جمهور فعلی افغانستان میانه چندان خوبی نداره از این توافق نامه پشتیبانی کرده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم همینطور و اونطوری که میبینم کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی حمایت کرده و کلن میشه گفت که بیشتر نیروهای سیاسی در افغانستان از این توافق حمایت کردن. آیا مخالفانی هم بودند که دربارشون بشه صحبت کرد نسرین؟ بله ببخشید میشه تکرار بکنین؟ سوال من این بود که خیلی از نیروهای سیاسی در افغانستان از این توافقی که بین آمریکا و طالبان افغانستان امضا شده حمایت کردند، آیا مخالفانی هم بودند یا نه؟ بله قطعا در کنار اینکه خیلی ها هم مقامات بین المللی هم مقامات داخلی از این توافقنامه حمایت کردن، خیلی هم ابراز نگرانی کردن و گفتن که این توافقنامه به معنای آوردن صلح در افغانستان نیست. بعضی از تحلیلگران حتی فکر میکنن بیشتر شبیه یک توافقنامه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، طور که دیروز شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر هم همین حرف را داشت و نوشته بود که صلح افغانستان نیازمند خیلی مسائل بیشتر از این از سوی افغانستان، آمریکا و متحدان افغانستان است و فقط با این توافقنامه نمیشه به صلح رسید. و همینطور عده‌ای از مردم هم در شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کردن از اینکه نیروهای خود آمریکا حاضر هست نیروهای خارجی را قبل از مذاکرات با دولت افغانستان از افغانستان یک مقدارش را خارج بکنه و همینطور آزادی زندانیان طالبان که خودش یک تبدیل به یک مشکل شده برای خیلی ها که فکر میکنن قبل از شروع مذاکرات با دولت افغانستان اگر دولت افغانستان 5000 زندانی طالب را آزاد بکنه ممکن هست که بعدها در نتیجه مذاکرات با دولت افغانستان که با طالبان صورت میگیره اینا به تفاهم هایی نرسن و فکر میکنن که باید یک سری از این مواد هایی که در این تفاهم نامه جا داده شده گذاشته میشد برای بعد از مذاکراتی که با دولت افغانستان صورت میگیره. بنابراین در کنار امیدواری ها و استقبال ها هنوز هم یک سری نگرانی ها و ناامیدی ها از طرف مردم و حتی چهرهای سیاسی وجود داره. دقیقاً راجع به چهرهای سیاسی قبلا یک اشاره کردم که فکر کنم گوشیت هنوز توی گوشت نبود که من اشاره کردم به این که بسیاری از چهرهای سیاسی خیلی برجسته از این توافقنامه حمایت کردن، مثل عبدالرشید دوستم، مثل حامد کرزی و همینطور کریم خلیلی. آیا میشه با یک نگاه کلی به این نقشه سیاسی نیروهای یا احزاب سیاسی افغانستان بگی که اکثرا طرفدار هستن یا مخالف؟
بله، بدل اینکه انتخابات و شروع 5 سال یک دوره جدید حکومت برای خیلی از چهرهای سیاسی یک نوع مخالفت بود، یعنی چهرهای سیاسی مثل آقای عبدالله، عبدالرشید دوستم، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، اکثر اینها در احزاب مختلف بیشتر طرفدار صلح بودند تا اینکه بتونن یک حکومت جمعی تشکیل بدن و همه اینها به نحوی در حکومت آینده سهم داشته باشن. بنابراین خیلی طرفدار انتخابات نبودن و در برخلافش از روند صلح حمایت میکردن و حالا هم با توافق با موافقت نامه سعی میکنن که ابراز خوشبینی بکنن، که حتی خیلی ها احتمال میدن که در نتیجه این خوشبینی ها و حتی مذاکراتی که بعد با دولت افغانستان صورت میگیره قضیه حکومت هم مطرح میشه، چون طالبان موافق با این نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، این حکومت و آقای اشرف غنی نیستن و ممکن هست که حتی بحث حکومت ایجاد بشه و اینکه اینها بتونن هر کدام سهمی در روند صلح و بعد حکومت آینده داشته باشن. برای طرفدارهایی که در احزاب مختلف سیاسی هستن نسبت به روند صلح و این توافقنامه خیلی بیشتر از مخالفینش هست، ولی بیشتر فعالین جامعه مدنی، فرهنگی ها، مردم در شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی میکنن و خیلی موافق با این توافقنامه که دیروز بین آمریکا و طالبان امضا شد نیستن. شکی نیست که یک جریان تازه است که برای افتاده. نسرین نوا سپاسگزارم. مطمئنم که در این روزهای آینده، احتمالاً هفته‌ها و ماه‌های آینده، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از صحبت‌هایی که کردی در این بامداد یک شنبه 11 اسفند 1 مارس. نگاهی تازه داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره امضای توافقنامه صلح با جنبش طالبان افغانستان گفته که زمان باز آوردن سربازان آمریکایی فرا رسیده. آقای ترامپ گفت آمریکا متحد شده 5000 سرباز خود را تا ماه مه سال میلادی جاری، یعنی تا 2 ماه دیگر، به کشور برگرداند و در مورد 8500 تن سرباز دیگر بعداً تصمیم بگیرد. آقای ترامپ گفت که به زودی شخصاً با رهبران طالبان در این باره دیدار خواهد داشت. مذاکره کنندگان ارشد طالبان در گفت و شنود آمریکا با طالبان در دوحه قطر میگویند که دولت فعلی افغانستان را اداره کابل می‌دانند، که به گفته آنها بر مردم افغانستان تحمیل شده و آنها تمایلی برای مذاکره با این دولت ندارند. در این موارد تا لحظات پیش گفتگوهایی داشتیم و امروز مردم واجد شرایط رای دهی در تاجیکستان به حوزه های رای گیری می روند. قرار است از میان 230 نامزد واجدان شرایط 63 نماینده را برگزینند و به مجلس تاجیکستان در شهر دوشنبه بفرستند. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی، چشم انداز بامدادی. بله، در نیمه دوم برنامه به تاجیکستان همونطور که اشاره کردم سری خواهیم زد، که همین ساعات در حال انتخاب مجلس بعدی این کشور هست. از بحران مهاجران در میان مرزهای ترکیه و یونان هم خواهیم گفت، در پی تحولات تازه‌ای که در سوریه حادث شده، و از درخشش یک فیلمساز ایرانی در جشنواره فیلم برلین هم. پیش از اینکه سراغ مجله علمی هفته برویم، محققان هنوز سعی دارند سازوکار شیوع سریع و گستردی ویروس کرونا در چین رو درک کنند، که در گزارش اول برنامه این هفته بهش میپردازیم و بعد درباره این موضوع میشنویم که آتش سوزی های وسیع و ویرانگر اخیر استرالیا چطور دانشمندان رو غافلگیر کرد. فشرده بسیار اندکی بود از راز دانش این هفته، تا 18 دقیقه دیگه سراغش رو خواهیم گرفت. امیدوارم با ما باش. و ما همین حالا که با هم صحبت میکنیم، از آغاز رای گیری انتخابات سراسری در تاجیکستان 3:03 گذشته، درست ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه، 3410 مرکز رای گیری درهای خود را به روی رای دهندگان باز کردند در اقصی نقاط تاجیکستان. همزمان با انتخابات پارلمان، امروز انتخابات مجلس های محلی هم در تاجیکستان برگزار می شود. قرار است از میان 230 نامزد واجدان شرایط رای دهی 63 نماینده را برگزینند و به مجلس تاجیکستان در شهر دوشنبه بفرستند. در این انتخابات نامزدها از 7 حزب سیاسی شرکت می کنند، که تنها یک حزب سوسیال دموکرات مخالف دولت
به شمار می آید یا تلقی می شود. برای آگاهی بیشتر از جریان انتخابات سری به دوشنبه بزنیم. همکارم سهراب ضیا اونطور می بینم حالا با ما هست از دوشنبه. درود سهراب، صبح بخیر. یکی از تفاوت‌های انتخابات امروز احتمالاً با انتخابات 5 سال پیش اینه که حزب نهضت اسلامی، حزب مخالف اصلی دولت تاجیکستان، در این انتخابات حضور نداره، چون حدود 5 سال پیش حزب نهضت اسلامی به عنوان یک تشکل افرادگرا و تروریستی فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شد. میشه بگی که فضای انتخاباتی با چنین وضعیتی که توصیف کردیم الان اونجا چطور هست؟ تا کجا شور و حرارت انتخاباتی احساس میشه؟ داریوش، دقیقا حدود بیشتر از 3 ساعت قبل، ساعت 6 صبح وقت محلی، رایگیری در تاجیکستان آغاز شد. صبح امروز من از چند مرکزی رایگیری دیدن کردم و مردم البته تعداد می آمدن رای می دادن، ولی آنگونه که در دوره تبلیغات انتخاباتی شروع هیجانی انتخاباتی زیاد نبود، در ساعات اولیه امروز همچنین شور و هیجان به نظر نمی رسد. شما درست گفتید که در انتخابات پارلمانی امروز 7 حزب سیاسی شرکت دارند. تنها حزبی که مخالف دولت محسوب می شود حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. رحمت الله زایروف رهبر این حزب صبح امروز در مرکزی رایگیری که در محل اقامتش، در محل زندگیش بود، آمد و رای خود را به صندوق ریخت و پس از این با خبرنگاران صحبت کرد. آقای زایروف در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر انتخابات واقعا شفاف، دموکراتیک و آزاد برگزار شود، حزب او امیدوار است که حداقل یک کرسی پارلمان را به دست خواهد آورد. از این پیشتر سازمان‌های مخالف دولت از جمله پیمان ملی تاجیکستان که در خارج از کشور دارند، درخواست کرده بودند از طرفدارانشان در تاجیکستان که به طرفداری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رای بدهند. من از رحمت الله زایروف در این بابت سوال کردم، ایشان گفت که میان حزب سوسیال دموکرات و سازمان‌هایی که خود را مخالف دولت می‌دانند و در خارج از کشور به سر می‌برند، هیچ توافقی در این زمینه گرفته نشده است و اینکه سازمان‌های مخالف دولت از حزب سوسیال دموکرات حمایت کردند، این کار خود آنهاست. آقای زایروف گفت که اگر میزان مشارکت مردم در انتخابات امروز از 50% افزایش یابد، بیشتر باشد، این برای تاجیکستان یک نتیجه خیلی خوب است. باید بگم که بر اساس اون اطلاعی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان قبل از امروز، قبل از برگزاری انتخابات گفته بود، در تاجیکستان 4 میلیون و حدود 800 هزار واجدین شرایط رای هستند و باید ببینیم که در ساعات بعدی رایگیری میزان مشارکت مردم در حوزه های رایگیری، در مراکز رایگیری چگونه خواهد بود. حتما این ساعت بعدی رو شما در بی بی سی فارسی حتما گزارش خواهید داد. سهراب، خیلی کوتاه اگه بفرمایید در این چشم‌انداز بامدادی که آیا این انتخابات برای مردم مهم محسوب میشه یا نه؟ آیا این احساس در میان توده ها وجود داره که رأی که میدن و به صندوق ها میریزن حساب خواهد شد و مجلسی که روی کار میاد به زندگی اونها، روی زندگیشون تأثیر میذاره؟ کوتاه لطفا. البته بسیار بر این باورن که تکلیف انتخابات قبل از انتخابات روشن شده و معلوم است که در کدام حوزه ها کیها برنده انتخابات خواهند شد، ولی طرفداران دولت و طرفداران حزب حاکم خلق دموکرات بر این عقیده‌اند که این انتخابات یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و شفاف برگزار خواهد شد و رئیس جمهور تاجیکستان هم از دولت خواست، از مقامات خواسته بود که برای برگزاری چنین یک انتخابات مساعدت و کمک خود را دریغ ندارند. به هر حال چنین احساس می شود که بسیاری از مردم نسبت به انتخابات و نسبت به پارلمان چندان توجه زیاده ندارند و تا اندازه به تفاوت هستند. سپاس فراوان. با سهراب ضیا صحبت می کردم در دوشنبه در بخش های خبری بعدی از تلویزیون بی بی سی فارسی. سهراب ضیا رو خواهیم داشت تا ما رو در جریان تازه ترین های انتخابات مجلس در تاجیکستان که همین حالا جریان دارد
قرار بده. و اما ساعت پیش ضرب العجلی که ترکیه برای خروج نیروهای دولتی سوریه از مواضعشان در استان ادلب سوریه تعیین کرده بود گذشت. صحبت از مواضع شورشیان سوری در آخرین سنگرهای خودشان در سوریه است. ضرب العجل ترکیه پس از آن صادر شد که یک حمله هوایی سوریه سه روز پیش باعث مرگ 34 سرباز ترک شد، یعنی بزرگترین تلفات ترکیه در نبرد سوریه طی سالهای اخیر. این در حالی است که درگیری‌ها در مرز یونان و ترکیه بالا گرفته. گروهی از پناهجویان که قصد دارند از ترکیه وارد یونان شوند با پلیس مرزی یونان درگیر شدند. از پیمان عارف تحلیلگر مسائل ترکیه در بروکسل پرسیدم که آیا این هجوم پناهجویان به مرزهای یونان واکنش آقای اردوغان هست به مسئله‌ای که در مورد کمک مالی اتحادیه اروپا به ترکیه طرح کرده بود یا چیزی دیگر؟ من خیلی موافق نیستم، به خاطر اینکه به هر حال ترکیه 7 میلیارد یورو که گرفته در این که تردیدی نیست و هزینه‌ای هم که برای پناهجوهای در پناهجوهایی که در خاکش زندگی میکنن میکنه خیلی کمتر از این حرف هست، علارغم در واقع ارقام خیلی بالایی که ارائه میکنه. در مورد پناهجویان غیر سوری که اساساً حمایتی وجود نداره، حتی در ماهای اخیر پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه بیمه خدمات درمانیشون هم حتی قطع شد، یعنی تنها چیزی که دولت ترکیه بهشون ارائه میکرد هم قطع شد. در مورد سوری ها هم در واقع هزینه ای که کرده واقعا گمان نمی کنم که به رقم 7 میلیارد یورو برسه. مسئله این است که ترکیه از این مسئله پناهجویان به عنوان یک ابزار سیاسی در طول این سالها استفاده کرده، همانند یک سدی که در واقع دروازه این سد رو در اختیار داشته باشه. و بعد از اتفاق حمله جنگنده‌های روسی سوری به یگان در واقع ترکیه در منطقه ادلب و درگیری های سه شب پیش هم به یک باره اعلام کردن که ما باز کردیم. ویدئویی در شبکه NTV ترکیه منتشر شد و بعد برداشته شد، من دارم این ویدئو رو دانلود کردم، که یک پناهجویی که به نظر میاد اصالت افغانی باید داشته باشه، ترکی حرف میزنه ولی با اصالت با لهجه که معمولاً افغانستانی به نظر میاد که لهجه افغانستانی بوده باشه، میگه که ما رو با اتوبوس آوردن به مرز، یعنی اتوبوس های دولتی ما رو جمع کردن و آوردن. و در واقع حتی اخبار دیگری داشتیم مبنی بر این که در همون ویدئو میگه که به ما حالا میگن که از مرز خاکی نرید، برید به سمت دریا. اخبار دیگری داریم که هم در رودخونه مریچ بین مرز یونان و ترکیه و هم در واقع محدوده دریایی اژه دولت ترکیه قایق بادی حتی در اختیار پناهجویان قرار میده. در این فصل شما میگین که اون کمک اروپایی موضوع نمیتونه موضوع اصلی باشه و مطرح نیست چون پرداخت شده تا حد زیادی، ولی در صحبت‌های دیروزش آقای اردوغان در استانبول تاکید داشت که پرداخت این کمک درش تعلل ایجاد شده و مستقیما خانم مرکل صدر اعظم آلمان رو خطاب قرار میداد و میگفت که این کمک باید پرداخت بشه. ببینید 25 میلیارد آقای اردوغان میخواد. 25 میلیاردی که اون شب از خانم مرکل خواسته خب رقم کمی نیست. بعد هم شما 25 میلیارد رو بدید و کماکان این ابزار فشار در اختیار آقای اردوغان بوده باشه، اون هم در شرایطی که آقای اردوغان شخصیت پیشبینی پذیری هم نداره، یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که شما اصلا 25 میلیارد که سهل 250 میلیارد دلار هم بهش بدید و فردا سر یک هفته دیگه سر کوچکترین اتفاقی که میفته دوباره در واقع مأمورین دولتیش رو در واقع مأموریت بهشون نده که اینها رو جمع کن بیار بریز توی مرز و بعد بهشون قایق بادی بده در ماه فوریه با باد شدیدی که در ماه اژه در ماه فوریه وجود داره در دریای اژه که یک تراژدی انسانی رو دوباره بتونه که رقم بزنه. من گمان میکنم که اتحادیه اروپا، اطلاعی هم دارم که اتحادیه اروپا در این فکر هست که اگر قرار باشه ما این پول رو بدیم به ترکیه به عنوان یک کشوری که در مکانیزم تصمیم سازی ما حضور نداره، مسئولیتی هم در قبال تصمیم سازی های دست جمعی ما نداره، پیشبینی پذیر هم نیست رفتارش، این رو میایم به دولت
عضو خودمون که در مکانیزم تصمیم سازی جمعی ما حضور داره، مسئولیت پذیر هم هست، یعنی یونان میدیم که این جمعیت رو یونان در واقع اداره بکنه و به جای اینکه مرز ترکیه رو کنترل بکنیم، مرزهای یونان رو کنترل میکنه. بنابراین من فکر میکنم اتحادیه میتونه و به این سمت خواهد رفت که این مسئله رو در درون مکانیزم های خودش حل و فصل. با پیمان عارف صحبت میکردم درباره تازه‌ترین تحولاتی که در مرز میان ترکیه و یونان و سوریه اتفاق افتاده. و حالا فیلمی از محمد رسولوف، کارگردان ممنوع الخروج ایرانی، برنده جایزه برتر جشنواره فیلم برلین شده. جایزه خرس طلایی دیروز در جشنواره برلینناله به فیلم شیطان وجود ندارد تعلق گرفت. آقای رسولوف برای دریافت جایزه در این جشنواره حضور نداشت چون مقام‌های ایرانی اجازه خروج او از کشور را به او نمیدهند. فیلم شیطان وجود ندارد روایتی با موضوع آزادی زیر فشار جبر را بازگو می کند و به طور غیر مستقیم به مجازات اعدام در ایران می پردازد. هیئت داوران جشنواره به ریاست جرمی آیرنز این فیلم را بر 17 فیلم دیگر که رقیب این فیلم بودند ترجیح دادند. محمد رسولوف در ایران در پی دریافت این جایزه از راه دور به بی بی سی فارسی چنین گفت: حقیقتش اینه که نمیدونم تو این فضای خاکستری موجود که تحت تاثیر بی‌اعتمادی فوق‌العاده مردم نسبت به حاکمیت بسیار ناامید کننده و غم‌انگیزه، چطور میتونم درباره خوشحالی و برنده شدن این جایزه حرف بزنم. خیلی دشواره برام. با این حال فکر میکنم که با توجه به موضوع فیلم که توجه به نگفتن در مقابل یک قدرت استبدادی، شاید بتونم داستان فیلم رو توی لحظه به یاد بیارم که مستقیما میگه که این شرایط فقط به وسیله خود مردم میتونه تغییر بکنه. و من فکر میکنم که اون چیزی که خیلی مهمه حرکت عملی گروه سازنده این فیلم هست. من فکر میکنم این جایزه متعلق به همه اوناست که با نگفتن به سیستم سانسور، به همه سینمای مستقل ایران که تلاش میکنن این شرایط رو به نفع اندیشه های مستقل تغییر بدن. فکر کنم این جایزه متعلق به همه ماست و از این بابت میتونم ابراز خوشحالی بکنم که با وجود همه این اندوها و رنجهایی که وجود داره، یه روزنه امیدی وجود داره برای اینکه بتونیم در آینده راهکارهای تازه‌ای برای تغییر شرایطمون به وجود بیاریم. ممنول کاری من به صورت رسمی اعلام نشده و هرگز اونا به صورت رسمی نمیگن. این خیلی کار پیچیده تر میکنه، برای اینکه شما رو میبرن توی دالونهای سانسور و اونجا یک چرخه فرسایشی خیلی آزاردهندهی دست و پای فیلمسازهای مستقل رو میگیره که اصلا ممکن است خیر ساختن فیلم بگذرن، یا یعنی که بخش بزرگی از انرژیشون صرف حل مشکلات در واقع گرفتن مجوز و این چیزا بشه. من به دلیل اینکه سالهاست دارم تلاش میکنم، دستمو به سمت قانون دراز کردم، گفتم که من فقط یه منتقدم، یک معترضم به شرایط، من هیچ قصدی برای اون چیزی که شما براندازی میگید ندارم، مثلا قصد براندازی هیچ حاکمیتی هیچ قدرتی رو در جهان ندارم. من یک آرتیستم، یه هنرمندم و علاقمندم به پیرامونم نگاه کنم و درباره مشکلات که میبینم حرف بزنم. اما متاسفانه حاکمیت در جمهوری اسلامی ناشنوا، سانسور خیلی گسترده است و من دیگه در نهایت به این نتیجه رسیدم که این صدای نه به سانسور رو بلندتر کنم. این هم صحبت‌های محمد رسولوف بود، کارگردان ممنوع الخروج ایرانی که برنده جایزه برتر جشنواره فیلم برلین شده. جایزه خرس طلایی برای فیلم شیطان وجود ندارد. اینجا رسیدیم به پیام‌های شما که اندک نیست. حالا از تلگرام شروع می‌کنم این بار، که باقر نوشته: صبح شما بخیر، من از افغانستان نظر میدم. در اصل این آمریکا هست که دولت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسد. چرا ما بگوییم طالبان؟ چرا که آمریکا باید از دولت افغانستان میخواست که از خاکش
علیه او استفاده نشود. پس چرا از طالبان این را میخواهد؟ این نظر باقر هست از افغانستان درباره توافقنامه صلحی که افغانستان و در واقع طالبان افغانستان و آمریکا امضا کردند همین دیروز. ناصر نوشته که توافق صلح بین آمریکا و طالبان برای افغانستان و منطقه در جهت خواست مردم افغانستان است، چون از جنگ خسته شدند و دیدند که جنگ غیر از ویرانی کشور و قربانی ملت نتیجه ای ندارد. کوروش نوشته که به نظرم ایران باید با الگو برداری از توافق صلح آمریکا با طالبان به یک توافق برد برد با آمریکا در خصوص رفع تحریم ها و حل اختلاف ها با اسرائیل و عربستان و اپوزیسیون که برانداز می داند دست یابد. پیام های دیگر هم در تلگرام هست که اگر فرصت شد برمیگردم به فیسبوک هم فرصتی بدیم که درباره توافق آمریکا با طالبان چیزهای نوشتن. عزیزه در این باره میگه که همانطور که شوروی خسته شد در افغانستان، آمریکا هم چاره‌ای جز خروج نداره. حسن نوشته که مهم این است که دیگر طالبان طبق این توافق از خشونت استفاده نمیتواند بکند. اسکندری درباره کرونا در ایران نوشته، میگه که با سرویس دهی ضعیف دولت در بیمارستان ها و در فروشگاه ها بعید نیست که به زودی خشم مردم در جاهای دیگر هم خودش رو نشون بده، مثل مراکز درمانی گیلان. محسن درباره انتخابات امروز مجلس تاجیکستان که همین حالا جریان دارد نوشته که چه سوال جالبی از سهراب ضیا کردید در مورد احساس مردم، چون مهم در انتخابات احساس مردم در خصوص مشارکت در تصمیم گیری هست. اگه فرصت شد دوباره به پیام های شما برمیگردیم که از راه مختلف بهمون داره میرسه. فعلا بریم سراغ رویدادهای ورزشی. سلام، به این شماره راز دانش خوش آمدید، برنامه برای مرور تازه‌های علمی جهان. با پوزش عظیم، در واقع این چیزی که الان پخش شد اونجوری که خودتون هم متوجه شدید صدای سینا علی نژاد بود که گوینده و مجری و تهیه کننده برنامه راز دانش ما هست که این بار هم بدون کرونا نیست. سلام، به این شماره راز دانش خوش آمدید، برنامه برای مرور تازه‌های علمی جهان. محققان هنوز سعی دارند سازوکار شیوع سریع و گستردی ویروس کرونا در چین رو درک کنند که در گزارش اول برنامه این هفته بهش میپردازیم و بعد درباره این موضوع میشنویم که آتش‌سوزی‌های وسیع و ویرانگر اخیر استرالیا چطور دانشمندان رو غافلگیر کرد. ویروس کرونا که از ماه دسامبر در استان هوبه چین ظاهر شد، بعد از انتشار گستره در این کشور حالا در چند کشور دیگه به خصوص ایتالیا، ایران و کره جنوبی شیوع پیدا کرده، در حدی که این کشورها حالا خودشون به کانون انتشار در مناطق اطراف بدل شدن. در واقع هفته پیش گزارش شد که آمار ابتلا در خارج از چین حالا از داخل این کشور بالاتر رفته. با این حال دانشمندان برای درک بهتر ویروس و بیماری ناشی از اون بیش از هر جا همچنان به چین نگاه میکنن. جف شیمن استاد علوم بهداشت محیطی که درباره بیماری‌های مصری و سازوکار انتقال این بیماری‌ها تحقیق میکنه، سرپرست تیمی در دانشگاه کلمبیا است که سیستم‌هایی رو برای پیشبینی این بیماری‌ها و نحوه شیوع اونها طراحی میکنه. اونها از جمله درباره سرعت گسترش ویروس کرونا و علت اون در چین تحقیق کردن. تحقیقات ما به این موضوع اشاره داره که در این کشور موارد خیلی زیاد آلودگی به ویروس وجود داشته که پیش از اعمال محدودیت‌های مثل منع تردد و سایر تدابیر احتیاطی در اواخر ژانویه ثبت نشده بوده، در حالی که خیلی از این موارد به شدت مصری بوده. نتیجه این که بیماری خیلی سریع منتشر میشه و دارای پتانسیل بالا برای همه‌گیری است، مثل وقتی که آنفولانزا تبدیل به یک اپیدمی میشه. داده‌های مطالعه اونها تا حدود زیادی متکی بر مواردی است که چین در سطح ملی و استانی گزارش کرده و در کنارش اطلاعات مربوط به جابجایی افراد در دوره منتهی به سال نو چینی. او توضیح میده سروری در چین به نام تنسنت هست که تقریباً 2 میلیارد جابجایی انسان‌ها رو ثبت می‌کنه و کل این اطلاعات در نهایت به مدل‌های شبیه‌سازی تغذیه میشن. پروفسور شیمن در مورد تأثیر مقررات محدودیت یا منع سفر و تردد در چین و اطراف جهان میگه: به نظر میرسه که محدود کردن حرکت و سایر مقررات مثل قرنطینه کردن مردم در خانه که در بسیاری شهرها عملا معادل حصر خانگی است و تدابیری مثل استفاده از ماسک صورت و یا برخورد دولت با مردم تا حدود زیادی بر دینامیک شیوع تأثیر گذاشته.
این کار تونسته توانایی انتقال ویروس رو کم کنه. اما سوال اینه که آیا میتوان این نوع محدودیت ها را در کشور دیگری هم اعمال کرد؟ به نظر جای تردید میاد. این سوال هم مطرحه که چین برای چه مدتی میتونه به این وضع ادامه بده و نقطه پایان کجاست؟ چون این ویروس کاملا از بین نخواهد رفت و وقتی محدودیت ها برداشته شد دوباره به طریق در این کشور ظاهر خواهد شد. به این ترتیب او میگه چین میتونه راه انتقال ویروس رو سد کنه به این امید که در این فاصله که انتشار بیماری رو مدیریت و کنترل میکنه واکسنی برای این ویروس تولید بشه. البته او اشاره میکنه که قبلا هرگز واکسنی برای ویروس های متعلق به خانواده کرونا تولید نشده. چیز دیگر که چین احتمالاً با آن امید بسته این است که 4 نوع ویروس کرونا که در جمعیت های انسانی در گردش هستند در مناطق معتدل زمین مثل آمریکا، بریتانیا و شمال چین جنبه کاملا فصلی دارند، یعنی در طول تابستان تا حدود زیادی محو میشوند و به نیم کره جنوبی میروند. پس شاید چین امیدوار باشه که با فرا رسیدن تابستان شدت انتقال کاهش پیدا کنه، اما به نظر من باید سرمایه و انرژی زیادی رو صرف یافتن معالجات و ساختن واکسن کرد. پروفسور شیمن از دانشگاه کلمبیا بود که در نشست سالانه انجمن آمریکایی پیشبرد علوم در سیاتل واشنگتن با بخش جهانی بی بی سی صحبت می‌کرد. مقالاتی که به تازگی در نشریه تغییرات اقلیمی نیچر چاپ شده جنبه های مختلف آتش‌سوزی های گسترده و مهیب طبیعی استرالیا رو بررسی میکنه. برای نمونه یکی از این مقالات با ارائه شواهد قانع کننده ای این آتش‌سوزی ها که 2 ماه از اونها میگذره رو به خشکسالی شدید و این خشکسالی شدید رو به گرمایش زمین ربط میده. و یک مقاله دیگه این مجموعه اشاره میکنه که 1/5 نواحی طبیعی در جنوب شرقی استرالیا یعنی چیزی معادل 6 میلیون هکتار در این آتش‌سوزی ها سوخته. این مطالعه تایید میکنه که ابعاد آتش‌سوزی های استرالیا تا حدود زیادی از آتش‌سوزی های قبلی نه فقط در داخل این کشور بلکه در مقایسه با سایر نقاط جهان فراتر رفته. ماتیاس بار از دانشگاه سیدنی غربی از نویسندگان این مقاله در این مورد توضیح میده. وسعت نواحی سوخته واقعا از حد و مرزهای متعارف خارج شد. من به درصد ناحیه سوخته نگاه کردم چون امکان مقایسه جنگل‌ها و سایر نواحی پوشش گیاهی که در نواحی مختلف جهان وسعت متفاوتی دارند رو میده. ما در یکی از نمودارهای این مقاله نشون میدیم که میزان سوختن این نوع جنگل‌ها در سراسر زمین چند درصد بوده، در حالی که ما در آتش‌سوزی‌های 2019 و 2020 استرالیا به 21% رسیدیم که چند برابر چیزی که قبلا ثبت شده بود. این یعنی 1/5 این نوع جنگل ها در استرالیا در آتش‌سوزی های اخیر سوختن و در دراز مدت اگر این روند ادامه پیدا کنه جنگل های این کشور قادر به تحمل اون نخواهند بود. در اینجا ابعاد آتش سوزی مهمه چون صرف نظر از شدت آتش سوزی وسعت آتش سوزی تعیین میکنه که حیوانات برای احیای نواحی سوخته باید چه فواصلی رو طی کنند. برای مثال اگر تکه های نسوخته جنگل به جای اون که پشت تپه باشند 100 کیلومتر دورتر باشند کار برای حیوانات و سایر گونه ها مشکل میشه. او میگه خشکسالی های اخیر به حدی شدید بود که حتی قطعاتی از جنگل‌های بارانی استرالیا هم خشک شد و آتش گرفت. درختان این جنگل‌ها معمولاً برای تحمل آتش‌سوزی‌ها آمادگی زیادی ندارند چون اصولاً به سختی آتش می‌گیرند. مشکل برای دانشمندان اینه که حالا پیش‌بینی اوضاع آینده دشوارتر شده چون حساب کردن خطرات آینده به توزیع فراوانی رویدادها در گذشته بستگی داره و وقتی الگوها تغییر می‌کنه این محاسبات دیگه به راحتی سابق ممکن نیست. مثلا رویدادی که هر 20 سال یک بار اتفاق می‌افتاد ممکن عملاً در 5 سال آینده اتفاق بیفته. یعنی دیگه اینطور نیست که بعد از یک آتش‌سوزی بزرگ برای 20 سال خیالمون راحت باشه. حتی ما به عنوان کارشناس آتش سوزی انتظار چیزی در این ابعاد رو به این زودی نداشتیم. گزارش های از افزایش خطر آتش سوزی در دهه های آینده وجود داشت و حالا در سال 2020 شاهد سناریوهایی هستیم که پیش بینی میشد در آینده اتفاق بیفتند. آتش سوزی های جنوب شرقی استرالیا که ناحیه‌ای به وسعت کره جنوبی رو سوزاند همچنین 33 کشته به جا گذاشت. نویسندگان مقاله دیگری در نشریه تغییرات اقلیمی نیچر میگن که دانشمندان علوم اقلیمی حالا باید دقت پیشبینی هاشون رو بالا ببرن. اونها میگن که هرچه سیاره ما گرمتر میشه
احتمال اینکه رویدادهای شدید آب و هوایی مثل این آتش‌سوزی‌ها ما رو غافلگیر کنن بیشتر و بیشتر خواهد شد. و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم. تا هفته آینده روزهای خوبی براتون آرزو میکنم. هم راز دانش این هفته بود از سینا علی نژاد. درباره توافقنامه آمریکا و طالبان افغانستان علی جان نوشته که امضای این توافقنامه زیاد امیدوار کننده نیست. ببینیم که مذاکرات بین افغانی چه می شود. آیا بر سر تقسیم قدرت هم می توانند به توافق برسند یا نه؟ و افشین نوشته که با یک همکاری مردمی جهانی میشه کرونا را شکست داد. مهمترین کار کم کردن ارتباطات و حذف سفرهای غیر ضروری است. مانند بیماری‌های دیگر غلبه بر اون در گروه‌های کوچک خیلی ساده‌تر خواهد شد. این هم نظر افشین بود و پیام‌های دیگر هم داریم. بسیار ممنون از همراهی شما در طول یک ساعت چشم انداز بامدادی یک شنبه. امیدوارم که تا لحظه دیگر هم با ما بمونید و تازه‌ترین خبرهای جهان رو با ما بشنوید. به دنبال آن مطالب ساعت اول برنامه تکرار خواهد شد.